بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجای از کشور زیبای افغانستان و یا در هر گوشه از دنیا که برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم و روشن را نگاه میکنید. انشاءالله همیشه صحتمند و سلامت باشید. چهارشنبه است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما، مجری خوب برنامه روشن و همینطور همه بینندگان برنامه. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم. قبل از اینکه بحث امروز را با کارشناس محترم برنامه آغاز بکنیم، ما و شما میدانیم که شرایط کنونی در کشور ما افغانستان بسیار بسیار شرایط سختی شده، از لحاظ سیاسی و از لحاظ به ویژه اقتصادی بسیار شرایط بغرنجی شده، شرایط برای مردم به نحوی سخت شده که بخی یک نان در برخی مناطق در 20 یا 30 روپیه هم قیمتش رسیده و میدانیم که ممکن خانواده های پیدا شوند که حتی پول و پیسه خرید یک نان خشک را برای آل و اولاد خود نداشته باشند. در همین شرایط سخت هست که وظیفه دینی و انسانی ما ایجاب میکنه که دست همدیگر را بگیریم و اوش کنیم و حواسمان باشه که خدای نکرده در همسایگی از ما طفلی سر گرسنه بر بالین نگذاره. همچنان با یک دعای بسیار زیبا از صحیفه سجادیه به خداوند مهربان پناه میبریم که خداوند ما را از سختی های حوادث عالم کفایت فرما و از شر و آسیب دام های شیطان محفوظ بدار. الهی آمین. خانم دکتر، در موضوعی که ما در روزهای چهارشنبه میپرداختیم مسئله مشورت است، ولی خب انقدر شرایط افغانستان سخت است که هر روز موضوعات جدیدتری در ذهن انسان میرسه که برش بپردازه، چون مردم با مسئله بسیار بسیار زیادی مواجه میشن. این مسئله اقتصادی مسئله بسیار جدی است که متاسفانه مردم از ما گرفتار شدن. باز زمستان در راه است و خوشما میدونید که در زمستان نه کار است، کار نباشه، پول و پیسه نیست و متاسفانه مردم از ما هم که وضعیت اقتصادی همیشه معمولا برای مردم غریب به این نحو بوده که خود سبا در سر کار میرفتن، در سر سرگ میرفتن که یک نفر رو برای کار ببره و یک شام یک لقمنان رو در خانه بیارن. الان متاسفانه وضع مردم بسیار در این زمینه بعد از او در مزیقه به سر میبرن. بله، ما در روزهای چهارشنبه و همینطور در برنامه های پیشتر بسیار با همدیگه درباره ای صحبت کردیم که باید اگر که ما خود خورا مسلمان و مؤمن می داریم، باید به دیگری توجه کنیم و چه بسا که امی وضعیتی که در او قرار گرفتیم یک وضعیتی است که یک آزمون الهی است برای ما. امیدوار هستیم که چه افرادی که داخل افغانستان هستند و چه افرادی که به هر دلیلی خارج از افغانستان هستند، بدون توجه و با مراعات و همدلی، بدون توجه به اما جریانات سیاسی و یا منافعی که ممکن است که هر گروه یا هر فردی دنبال کنه، به خاطر مردم، به خاطر ای که ما میفهمیم که درد انسان چقدر درد سختی است و به خاطر ای که میفهمیم دست نیافتن به نیازهای اولیه یک تکنان چقدر دشوار است و برای خانواده ها، برای پدرهای ما، برای مادرهای ما چه شرایط سختی است، امیدوار هستیم که هر کسی که به نحوی به افغانستان منصوب است، شاید که عطای انتصاب همسایگی باشه، بله، افرادی که میفهمند در همسایگی اونها در افغانستان وضعیت اقتصادی یک وضعیت خاص است، در طول امی شاید که دو دهه نان به این قیمت نرسیده بود و شرایط اقتصادی به این وضعیت سخت نبود، ما انتظار داریم که همه ما دست در دست هم بدیم و لاقل در زمستان پیش رو یک مثال است که در گذشته و پدر کلانهای ما میگفتند که ما نان خود خورا نصف میکنیم و نصف از او را در همسایه خود تقدیم میکنیم، به خاطری که امید داریم که یک بهاری همه، امید داریم به این که زمستان ماندنی نیست و رفتنی است و امید داریم که اگر سختی هست و
اگر انسان در سختی رشد میکنه، خب شاید که همین رشد مایی باشه که در این وضعیت سخت به دیگران توجه کنیم و دست اونها رو بگیریم. هر کسی به هر مقداری که میتونه، از هر راهی که میتونه تلاش کنه و کمک کنه به این که این بحران عمومی، چون درد یک بار است که درد یک نفر دو نفر است، خب ما میگوییم که او حل میشه، ولی وقتی که بحران عمومی باشه، شرایط برای همه سخت باشه، خب قطعا یک تلاش جمعی هم میطلبه. امیدوار هستیم که انشاءالله تمام افرادی که درد انسان دارند، تمام افرادی که تلاش میکنند که رنج انسان در زندگی کمتر باشه، چه مسلمان هستند که خود دغدغه دینی هم دارند و یا نه حتی ممکن است که دیندار هم نباشند، از همه کمک میخواییم برای که زمستان پیش رو زمستان کشندهی نباشند برای انشاءالله. مردم ما انشاءالله. و باز انشاءالله بهار که آمد، فصل کشت و کار که آمد، انشاءالله مردم ما مردم کم همت نیستن، بسیار بسیار کوشا هستن، بسیار بسیار توانمند هستن، ولی خب شرایط یک شرایطی سختی پیش آمده و امیدوار هستیم که انشاءالله که لااقل به همین بحثایی که با هم کردیم در و از شبکه حمایتگری و از اخلاق اجتماعی صحبت کردیم، اما اونا انشاءالله که کارساز باشه، حتی اگر شده همی جمع بینندگان برنامه، حتی اگر که با هم تلاش کنیم شاید بتانیم که بخشی از امو رنجی که مردم میکشن انشاءالله که ما برای اون مرهم باشیم انشاءالله. خانم دکتر، بخشی از این اتفاقایی که با اقتصادی است و به سر مردم افغانستان آمده، خب ما مفهمیم که در نتیجه اتفاقات سیاسی است، چه در دولت قبلی و چه در امارت، یک تصمیم هایی ممکنه گرفته شود که نتیجه او تصمیم ممکنه که فاجعه بار باشه. تصمیمی که من به عنوان یک فرد میگیرم نتیجهش ممکنه برای خود از ما خانواده ایم باشه، ولی تصمیم کسی که در رأس یک حکومت است یا بالاخره دستش در دولت از تو میتونه که تأثیر گذار باشه، تصمیم اون میتونه که یک جامعه را یا به سمت سعادت ببره یا خدای نکرده یک زمستان خونبار و فاجعه بار را برای مردم بیاره. من بسیار میدیدم و میبینم که مثلا مردم عادی که در گپ و گفتای خود صحبت میکنن، میگن که مثلا فلانه که در دولت است یا در امارات است یا افرادی که مسئول هستن، اگر که فلان کار رو میکرد چقدر خوب میشد، یا فلان اشتباهی که کرد چقدر اشتباهی بد بود، یک نفر نیست که میره راهنمایی کنه بگه که این کار نکو یا این کار بکن، یا برای گپ زدنش، برای رفتار کردنش، برای تصمیم گرفتنش یک نفر نداره. قطعا همه افرادی که کارهای سیاسی میکنند و در رأس هستند حتما مشاورانی دارند که برایشان راهنمایی بده و اینها بتونن از او کمک بگیرن. اما خب متاسفانه گاهی اوقات یک فرد عادی، یک نانوا، یک غریبکار شاید نکته‌ای به ذهنش برسه که نمو مشاور در کمال تعجب به ذهنش نرسه که در فرد بگوی که تو همین نکته را رعایت بکن. در این برنامه میخوایم که شما برای از ما بینندگان از ما در مورد ویژگی های مشاور بگید، کسی که ما برای مشوره کردن در امور مختلف برایش مراجعه میکنیم، چی که یک فردی باشه که سیاست مدار باشه و مشاور خود مراجعه میکنه، یا ما به عنوان یک فرد عادی یا اولاد از ما به عنوان یک نوجوان میخوای که مراجعه بکنه، اون مشاور چی ویژگی داشته باشه که بهترین نتیجه را دریافت میکنه؟ بله، ما وقتی که با یک سوال مواجه میشه، مثل همین سوال ویژگی های مشاور چی چیزی باشن، به خاطر که دغدغه ما است که حتما از متن دینی استفاده شود، همین سوال را ارجاع میدیم به متون دینی و قرآن و روایات، به سنت دینی ما، که ببینیم بزرگان دینی ما چه پاسخی برای چنین سوالی دارند. و باز میبینیم که خود جامعه ما یک جامعه است که پاسخی که از متن دینی برآمده اون پاسخ را میپسندن و بله، باور دارن و در او عمل میکنن و معمولا در جبهه نمیگیرن. بله، بله. و ما هم تلاش کردیم که در این برنامه ها گپ و گفت ما مبتنی باشه بر روایاتی که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیدن. بله. سوال شما بسیار سوال متناسب است، یعنی وقتی میبینیم که یک نفر میخواد یک تصمیم بگیره،
من میخوایم یک تصمیم بگیرم. ما اگر که یک تصمیم فردی بگیرم، اثر او تصمیم بر فرد ماست، اما اگر به عنوان یک مادر تصمیم بگیرم، اثر او بر خانواده است. اما اگر به عنوان یک فردی که سر وظیفه هستم تصمیم بگیرم، اثر ما ممکن است که اثر همی تصمیم و تبعات این تصمیم بر افراد بسیار زیادی تحمیل شود. بله. و اگر که ما خو یک منصبی داشته باشم به لحاظ اجتماعی یا سیاسی، خب قطعا تصمیم گیری ما و که حالی تصمیم خوب است یا بد سر جای خود، اما تبعات تصمیم بر افراد بسیار زیادی تحمیل میشه و تطبیق میشه. خب یک سوال ممکن است پیش بیاد که آره که من این تصمیم میگیرم، قطعا عقل ما حکم میکنه. در جلسات پیشتر هم گفتیم که از یک نفر مشوره بگیریم. اگر که خب کار یک کار محدود است، من یک نفر است و از یک نفر مشوره میگیرم، اما اگر یک کاری است که تبعات او برای 100 نفر است، شاید از 2 نفر 3 نفر مشوره بگیرم. ممکن که یک تیم مشاورین بله داشته بله. باشه. ممکن است که نیاز باشه من تیمی از مشاوران داشته باشم، اما این مشاوران ما چی افرادی باید باشن یا در واقع چی ویژگی های باید داشته باشن؟ ویژگی های مشاور در 2 دسته کلی قابل بررسی و ارزیابی است. یک ویژگی های کلی یک مشاور، شما در چی فردی به عنوان مشاور مراجعه می کنید؟ اگر که فعالیت ما یک فعالیت اجتماعی است، آیا لازم است که به همه اصناف مراجعه کنیم یا نه؟ اگر که فعالیت ما یک فعالیت محدود مثلا آموزشی است، آیا لازم است که حتما به یک مشاور اقتصادی مراجعه کنیم یا نه؟ یا نه ویژگی خاصی نیاز نداره؟ وقتی که به متون دینی مراجعه میکنیم، 3 ویژگی کلی برای هر نوع مشورتی که ما میگیریم ارائه شده و معرفی شده. مسئله اولی است که فردی که ما با اون مشاوره انجام میدیم و در واقع از مخزن دانش او استفاده میکنیم، باید یک نفر باشه که با ما همراه و همجهت باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما مسلمان و مؤمن هستیم، خود تلاش کنیم یک نفری باشه که ما را درک کنه. چون زندگی ما یک زندگی دنیایی صرف نیست. ما باور داریم که اعمال ما حتی برای دنیا هم اثر میگذارن. چون یک باورهای خاصی داریم، چون یک عقایدی داریم، چون یک آینده بی انتها پیش روی خود داریم، پس فردی هم که با او مشوره می کنیم، تلاش ما این باشه که حتی ممکن است مسلمان نباشه، اما ما را بشناسه، فضای ما را بشناسه، خواسته ما را بشناسه، بدانه که یک مسلمان زندگی چه می خواهد. چون ممکن است که خب با توجه به عدم شناخت ممکنه باشه، خب با همون عدم شناخت یک راهنمایی بده، یک مشوره بده که به درد ما نخورن. ممکن است که یک فرض کنید که یک نفر باشه که بسیار دنبال پول و پیسه باشه، باور دینی هم نداشته باشه. خب مشوره ای که او میده برای اساس است که تو تلاش کن تمام زندگی از خود خود را وقف کن که پول به دست بیاری. ولی خب یک مسلمان پول یک وسیله میدانه و اگر او فضای مرا بشناسه، قطعا میگه که خب این پول برای چی میخوای؟ چه هدفی داری از اینکه پول جمع کنی؟ و میتونه که کمک کننده باشه برای ای که از داشته اصلی یک انسان که عمر او هست استفاده بهتری انجام شود. بله خانم دکتر، در همین باره که شما میفرمایید که مشاور باید که مؤمن و مسلمان باشه، من یک نکته به ذهنم رسید که من پدرم برای چه مشاوره، برای که معلم برای اولادای خود بیاره، برای مثلا ازدواج که دختر خود دکی بده، برایش مثلا مهم بود که او فرد حتما یک فردی باشه که نماز خود در سر وقت بخونه و ظاهر و صلاح باشه، مؤمن باشه. ازش پرسان کردیم که خو شاید که یک نفر پیدا شونه که این مؤمن هم نباشه ولی خو معلم خوبی باشه، بتانه همسر خوبی باشه، بتانه مشاور خوبی باشه، در زندگی دوست خوبی باشه. پدرم میگفت که ما فرصت نداریم که همه انسانهای دنیا رو پیدا کنیم که کی خوب است و کی بد است، ولی اگر کسی مؤمن باشه و تلاش کنه که رفتار مسلمانی از خود نشان بده، اسلام دین رحمت است، دین محبت است، دین عقل است، دین درایت است، تمام نکات مثبت را داره. امین فرد مؤمن، فرد مسلمان
تلاش میکنه که نکات مثبت را در خود داشته باشه. من راحت تر میتونم در اعتماد بکنم، برای که اولاد خود برش بسپارم، برای که دختر خود برش بدم، برای که سوال خود از او پرسان کنم، میفهمم که او یک فرد است که راستش را از من میگه و خدای نکرده من را گمراه نمیکنه. یعنی برای اعتماد کردن هم فردی که مسلمان و مؤمن باشه احساس اعتماد بیشتر ما در فرد میکنیم و خیالمان جامع است. بله بله، دقیقا همینطور است. یک روایت هست از امام صادق علیه السلام درباره صفت نفری که با او مشوره میکنیم. حضرت میفرمایند که شاور فی امرکه، حالا با کی چی کسی مشاوره کن؟ با کسی که الذین یخشون الله، کسی که از خدا میترسه. چون کسی که از خدا بترسه قطعا مشورهی که میده تلاش میکنه که بیشترین بله دقت داشته باشه و بهترین مشوره باشه. پس چنین فردی بهترین مشاوره، که البته ما گفتیم که حتی اگر مسلمان نیست برای بحث مشوره لاغل ما را بشناسه، یعنی زندگی کرده باشه با مسلمان ها، دقدقه های ما را بشناسه. و قطعا کسی که مسلمان باشه بیشترین میزان شناخت با ما داره، بیشترین میزان نزدیکی را با ما داره. چون در جلسات پیشتر هم گفتیم که اگر یک نفر میخواهی که برای کار برای ما مشوره بده، اون نفر باید که یک زاویه دید متناسبی با اون مسئله داشته باشه، وگرنه نمیتونه که مشوره خوبی بده. البته بازم این نکته را هم بگیم که هر کسی لا اله الا الله مسلمان است، یعنی این کارم نکنیم که باز بین مسلمان ها درجه بندی کنیم و بله که حالی ما مسلمان هستم و تو نیستی و اینها، اصلا نباید که چنین چیزی باشه. در کنار این ویژگی مهم و مثبت باید توجه کنیم که اگر میخواییم تصمیم بگیریم، باز خصوصا اگر درجه و تصمیم بسیار بالا است و میزان تاثیرگذاری و بالا است، ویژگی دومی است که از عقل و خرد بهره بگیریم. کافی نیستی که بگیم که یک نفر مؤمن است برای ای که با او مشوره کنیم. خوب است، لازم هست، اما کافی نیست. کسی که ما با او مشوره می کنیم باید بتانه تجزیه و تحلیل کنه. اگر که فقط قرآن شریف بلد بود، شاید در یک مسئله کوچک شاید بتانه که در ما کمک بدن. اما اگر مسئله ما یک مسئله فراگیر بود، اگر چالش ما یک چالش فراگیر بود، اگر که افرادی که تحت تأثیر تصمیم ما قرار میگیرن افراد زیادی بودن، خصوصا اگر مستضعفین و غریبا باشن، یعنی افرادی که ما وظیفه شرعی داریم، وظیفه انسانی داریم که به اونها توجه کنیم، باید با کسی مشوره کنیم برای حل اون مسئله که بتانه که تجزیه تحلیل دقیق داشته باشه، باید بتانه که تشخیص بده، باید بفهمه که خوب و بد چی است. البته باز عقل و خرد ما رو گمراه نسازه که حتما باید که از فلان دانشگاه مدرک داشته باشه، دکترا داشته باشه. بسیار اوقات در خلال زندگی ما میتونیم که افرادی رو داریم که میتونن که کار انجام بدن. البته که خب مطمئن تری است که تشخیص متخصص امی است که خب در یک رشته تحصیلی یک چند سال رو کار کرده باشه و تجربه داشته باشه. حضرت رسول می فرمایند که مشاورت العاقل ناصح رشدون و یمنون و توفیق من الله. شما ببینید که اگر که با یک فردی که عاقل خردمند است، ناصح است، خیرخواه است، اگر شما مشوره کردی، شما به رشد دست پیدا می کنی، به یمن فرخوندگی دست پیدا میکنی. و اصلا اینها نه، خود همی که شما یک فردی را انتخاب کنی به عنوان مشاور که عاقل ناصح باشه، که خیرخواه باشه، که عقل و خرد داشته باشه، یک توفیق است، یک عنایت هست از طرف خداوند. خداوند وقتی که بخواید ما یک نوع لطف انجام بده، در سر راه ما چنین فردی را به عنوان مشاور قرار میده. ببینید که خب توفیقات در واقع الطاف خداوند، اما جاهایی هستن که میتونن ما را به راحتی مسئله را حل کنن و میتونن که پله های ترقی باشن برای ما. و یکی از اونها اونجایی است که ما
یا در سر راه ما، یا به خاطر انتخاب ما است، یا به خاطر ای است که خداوند رحمی بر ما کردند، ای است که یک مشاور این چنین در سر راه ما قرار میده. و صفت سوم که صفت بسیار مهم دیگری است برای فردی که ما را مشوره میده، ای است که علم و تجربه داشته باشن. یک مؤمن دارای عقل و خرد و تصمیم و تجزیه و تحلیل و فهم صحیح و ناصحیح و فردی که تجربه کافی هم داشته باشه. وقتی که من میخوایم که در یک نفر مراجعه کنم که مشوره بگیرم برای کاری که یک مسئله ممکن است که با طفل خود داشته باشم، شاید یک نفر باشه مؤمن باشه، عقل و خردم داشته باشه، اما چون مواجهه با طفل نداشتم، اگر ما بخوایم بهترین مشاوره بگیرم، خب ایران باید در نظر بگیرم که وقتی تو مواجهه نداشتی با طفل، ما 4 طفل دارم، میخوایم که از شما بپرسم و مشوره بگیرم که چطور هم وقت خود تنظیم کنم، چطور بتارم هم به اطفال خوب برسم، هم به کارهای خود خوب. و شما هیچ تصوری نداشته باشید از اینکه 4 طفل در خانه چه وضعیتی را ایجاد میکنن. خب چطور میتونید که در مشوره بدید و چطور میتونید که احاطه بر مسئله پیدا کنید؟ هستند افرادی که خب عقل و خرد بسیار زیاد دارند، دانش بسیار زیاد دارند، اما مواجهه هم مهمه. اینها ایدئال های ماست. بله، چون گاهی اوقات است که ما میگویم که خب الف ب جیم دال این صفات داشته باشه، از ما میپرسن که خب نیست چنین فردی. ما میگویم که اگر نباشه در دست راست که ما هیچ دیگه گپی نیست و ما معذور هستیم. اما اگر که بود، اگر که سرمایه اجتماعی فراوانی در محیط اجتماعی ما و در کشور ما وجود داشت، خب استفاده کنیم. اگر نبود که دیگه ناچار هستیم که یک راه امتحان کنیم. اما اگر که چنین فرصت‌هایی را داشتیم و چنین افرادی را داشتیم، خب عقل حکم میکنه که به چنین افرادی مراجعه کنیم. درست است. خانم دکتر، اگر اجازه بدن یک میان برنامه را ببینم و باز در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 شماره است که به برنامه خودتان اختصاص داده شده و شما عزیزان میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال از خانم دکتر بزرگوار دارید پرسان کنید، یا اگر کدام نکته‌ای به ذهنتان میرسه در مورد برنامه روشن، بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما را ببینیم. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی، شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا، مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستیم و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. تو برایم امید محضی
هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان و همراهان برنامه زنده و مستقیم روشنا. عزیزان همین الان یک نکته بسیار مهم هم به شما یادآوری کنم که انشالله از هفته آینده برنامه شما، برنامه روشنا در ساعت 1 به وقت کابل، 1 عصر به وقت کابل تقدیم شما عزیزان میشه. این نکته را مد نظر قرار بدین انشالله برای هفته آینده. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر بیانی هستیم، از حضور ایشان استفاده میکنیم. خانم دکتر، شما برای از ما و بینندگان از ما توضیح دادن که یک فرد مشاور، یک کسی که ما برایش مراجعه میکنیم برای که مشورت انجام بدیم، باید ویژگی های متعدد داشته باشه. دو ویژگی آخری که شما اشاره کردین، یکیش این بود که باید عقل و خرد داشته باشه، قوه تحلیل داشته باشه، و دیگر علم و تجربه داشته باشه. از بین این دو ویژگی کدام ویژگی مهمتر است؟ چون در یک مثلا ممکن که فردی که در یک زمینه احساس میکنه که بسیار فرد خردمند است، افراد خردمند و افراد باهوش و ذکی قابل شناسایی در اجتماع هستن، من در این مراجعه کنم یا در کسی که یک انسان ساده تر است اما در اون مسئله که برای من الان موضوع مسئله شده او تجربه داره، من به کدام مراجعه کنم؟ بله، باور من است که این دو ویژگی با هم و همزمان رشد میکنن. چون ببینید، یک نفر وقتی که به دنیا میه یک داشته داره به نام قوه عقل و یک امکان داره به نام امکان تجربه ورزی، و اگر که هر کدام از اینها را به تنهایی استفاده کنه و به تنهایی تصور کنیم که میشه که استفاده کنه، به نظر من میگه که نمیتونه که یک انسان معتدل باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عاقل شدن و عقل داشتن، خرد ورزی، یک مسیری است که پله به پله و مقطع به مقطع و درجه به درجه میتونه که بالاتر بره. ولی کجا یک نفر میتونه که ادعا کنه که من انسان عاقلتری هستم نسبت به مرحله قبل؟ اونجایی که از او امکان تجربه ورزی استفاده کرده باشه و در معرض یک تجربه باشه، در معرض حل سوال باشه، اگر او تانست قوه عاقلی از خود خوره برای حل مسئله یک استفاده کنه، حالا چی به موفقیت برسه یا نه، همینقدر که خرد ورزی داشته باشه، همینقدر که ذهن ورزی داشته باشه کافی است. خب این تانسته که یک مرحله و یک پله همین قوه عاقلی از خود خود رشد بدن. و باز در مسئله بعدی، اگر که باز در مسئله دوم، مواجهه دوم یا تجربه دوم دیگه یا علم آموزی دوم، چون تمام اینها میتونه که مترادف هم باشه، اگر استفاده کنه اما قوه تجزیه تحلیل را، اما قوه تشخیص را، باز میتونه ادعا کنه که من یک درجه باز بالاتر رفتم. یعنی در مسیر زندگی، در مسیر مواجهه با مسئله ها است که عقل ما رشد میکنه. بله. چون یک بار است که یک نفر خارج از مسئله ها تمام مدت عمر از خود خود در کتابخانه نشسته، او همه انسان شاید دانشمند باشن، اما وقتی که به او مراجعه میکنه میبینه ما رو نمیفهمه. وقتی ما به او میگوییم که مثلا ما به عنوان یک مادر از او یک سوال میپرسم، وقتی که او هنوز نتانسته که با دیگران ارتباط بگیره و یک دنیای انتزاعی ساخته، یک مسئله های انتزاعی
جدای از جامعه، جدای از انسان، برای از خود خود ساخته، برای از خود خود حل کرده، شاید یک ریاضیدان موفق شوه. اما آیا یک ریاضیدان میتونه که مسئله اجتماعی ما را حل کنه؟ شاید او بهره بسیار زیادی ببره از این که یک مسئله کاملا انتزاعی ریاضیات حل کرده، اما آیا میتونه که یک برای مسئله معیشت از ما یک پاسخ بگویه؟ کسی میتونه بهترین مشاور باشه؟ البته ای که باز جدا کنیم بحث مشورت با بحث افرادی که میتونن برای انجام همو در واقع کار از اونا کمک بگیره، اونا باز افراد دیگه هستن. مشاور باید که بیشترین شناخت را نسبت به مسئله داشته باشه، و اگر مسئله ما یک مسئله اجتماعی باشه، یک مسئله اقتصادی باشه و یک مسئله باشه که برای یک فرد مؤمن مهم هست، باید که این شناخت وجود داشته باشه. و شناخت به دست نمی آیم مگر اینکه او رو تجربه هم کرده باشه. و همین مسئله امروز از ما که مسئله نان و معیشت مردم است، خب ما در بسیاری از افراد می گوییم که بیاید کمک کنید، این تصوری ندارند از اینکه یک نفر گرسنه است. خب اون نفری که تا به حال خود یک کشور دیگه هم هست، افغانستان هم شاید اصلا به دنیا نیامده باشه، ما میگیم که یک نفر گرسنه است، گمان میکنه که یک نفر نمیتونه که در رستوران یک نان بخوره. ما میگیم گرسنه است یعنی که نمیتونه که نان خورده خورده بخوره. بله. یا میگیم که گرسنه است به راحتی، یعنی هیچ تصوری نمیتونه داشته باشه از اینکه یک نفر وقتی امکان خرید مایحتاج اولیه نان به معنای نان امیر نداره، وقتی نتونه که تصور کنه، وقتی تجربه از گرسنگی نداره، چطور میخواد که برای ما مشوره بده که آره شما چیکار کنید، چطور مسئله خود حل کنید؟ و من میگویم که بهترین، آره چون ما بحثی است که ایدئال هایی هستن، اگر که خود نداشتیم و همون چیزی که دسترسی داریم، یعنی به همون فردی که در دسترس ما هست، نزدیکترین فرد، از همون کمک بگیریم. اما اگر که خواستیم که به دنبال یک فردی باشیم که بهترین مشاور باشه، او باید فردی باشه که با توجه به مسئله بیشترین تجربه و بیشترین خرد ورزی نسبت به اون مسئله را داشته باشه. بله. خب دکتر، این ویژگی که شما فرمودین را مثلا من به عنوان یک فرد رعایت میکنم، من که به دنبال مشاور هستم، سعی میکنم که مشاور از من ویژگی رو داشته باشه، اما که یاد است که یک اتفاقی بعد از مشاوره میفته که انسان بخی پشیمان میشه از اینکه اون فرد را انتخاب کرده. او فرد مؤمنی بوده، مثلا مسلمان بوده، عقل و خرد هم ظاهرا داشته و علم و تجربه هم داشته، برایش انسان مشاوره میکنه، دو روز دیگه میفهمی که تمام رازهای مگوی زندگی از تو در دست همه افراد فامیل هسته. یا برایش مثلا مشاوره میکنه، یک چیزی به تو میگه نمیگه، دو روز دیگه با مشکل مواجه میشی، درد و دل میکنه، میگه الله من امو لحظه به ذهنم رسیدم این مسئله، کشکی در تو میگفتم نگفتم. انسان میگه خب من برای چی در تو مراجعه کردم که تو همین مسئله رو از من بگویی؟ من به عقل خودم خود نمیرسید، آمدم که تو بگویی و تو نمیگالی. بعد ده روز، بعد از یک سال آمده میگه که خود من در ذهنم رسید ولی برات نگفتم. گیره چی کار بکنیم؟ بله، ای باز برمیگرده به دسته دوم ویژگی هایی که یک مشاور باید داشته باشه. یک ویژگی های اخلاقی بسیار مهم وجود داره که وقتی که با یک نفر میخواییم که ما از او مشوره بگیریم، باید او فرد اونها را داشته باشه، وگرنه آسیب مشوره گرفتن بیشتر از منفعت چه میشه؟ یکی از اونها را شما نام بردید، باید یک نفر باشه که رازدار باشه، چون بسیار از اوقات هست که مسئله‌ای که ما مطرح میکنیم او ممکن است نقطه ضعف ما باشه، ما نخواهیم که دیگران او را بدانند، ما تلاش میکنیم که او را حل کنیم. یا نه یک مسئله باشه که خب شاید که گمان کنیم مایه آبروریزی ما هست، یک اختلافی هست، یک مسئله هست، یک عیبی هست، بالاخره خصوصی است دیگه، نمیخوایم که دیگران بفهمن، نمیخوایم که بدانن. ولی از طرف دیگه خود ما به تنهایی هم نمیتونیم او را حل کنیم، خب لازم است که از یک مشاور استفاده کنیم. این مشاور باید دارای صفت اخلاقی رازداری باشه. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند
راز تو از خون توست، پس آن را در غیر از رگهای خودت جاری مکن. یعنی با ما میگه که راز خود نگویی به کسی. حالا اگه من نیاز داشته باشم، فرض کنیم من یک بیمار هستم، چاره ای ندارم، چاره ای نداشته باشم که به کسی دیگه بگویم، او فرد باید رازدار باشه. و چقدر خوب است که افرادی که دارای صفت هستند را ما در اطراف خوبی بینیم، چقدر احساس امنیت داره. بله. چون تنها مراوده ما که بحث مشاوره با دیگران نیست، بحث مشوره نیست. ممکن است یک درد دل ساده باشه، اما اگر که طرف مقابل ما رازدار باشه، یا نه حتی مشوره هم شاید نباشه، شاید حتی درد دل هم نباشه، همین که دیگری یک نفر دیگه از وضعیت ما آگاه میشه، اگر دارای صفت رازداری باشه، برای از ما چقدر ایمنی ایجاد میشه. ما میدانیم که اون طرف امی وضعیت ما رو برای دیگران تشریح نمیکنه. آخه چقدر آرامش برای ما القا میشه. و خب، چقدر خوب است که خودی از ما هم سعی کنیم چنین فردی برای دیگران باشیم. بله. یک نکته ای که همینجا باز خوب است که بگویم این است که خب ما درباره ای که به همدیگر کمک کنیم در ابتدای جلسه هم گفتیم. و وضعیتی است که ما همه میدونیم که باید دست همدیگر را بگیریم. بله. امی صفت رازداری در وضعیتی که به دیگری کمک میکنیم شاید یک صفت خوب باشه، از این جهتی که خب بسیار از خانواده های ما خانواده های آبرومند هستن، حمایه کنیم اما به نحوی که راز و خانواده فاش نشوه، مسئله خانواده فاش نشوه. چون گفتیم زمستان رفتنی است و ما میخواییم که باز در بین هم زندگی کنیم. بله. میخواییم که یک مراوده اجتماعی مبتنی بر احترام داشته باشیم. صفت دیگه ای است که مشاور ما باید صادق باشه، امین باشه و صادق باشه. بله. صداقت و راستگویی میتونه که یک صفتی باشه که حتی روایات هم داریم درباره ای که یک دروغگو مؤمن نمیتونه باشه. این امول کبائر دیگه دروغ میگن که بزرگترین گناهان سخت است. خب این صداقت میتونه که یک بروز او و یک نمود او در این باشه که یک نفر خراسکو باشه، اما یک بروز دیگه او میتونه این باشه که اگر یک نفر با ما صادق باشه کتمان نمی کنه. یک مسئله به ذهن او رسیده اما او را کتمان نمی کنه، پنهان نمی کنه، و باز بعد از واقعا نمی آیه به ما بگویه که یک چیزی بود در ذهن از ما ولی ما نگفتم. یک روایت هست از امام علی علیه السلام که حضرت می‌فرمایند که با دروغگو مشورت نکن. یک نفر که تو می‌دانی او دروغ میگه، چرا این کار نکن؟ چون دروغگو مانند سراب دور را در نظر تو نزدیک جلوه می‌کنه و نزدیک را دور. ببینید که خب چون ما وقتی که یک چالشی داره میخواییم و حل شود. بله. و زمان بندی حل چالش هم گاهی اوقات برای ما مهم است. بله. فرض کنید که یک نفر در خانه از ما خواستگاری آمده باشه، خب ما باید در ظرف یک هفته دو هفته یک ماه پاسخ بگوییم. یعنی زمان بندی برای ما مهم است. اگر که با افراد دروغگو مشوره کنیم ممکن است که همین زمان بندی ما را برهم بزنند، حداقل کاری که میتونن بکنن. و مسئله دیگه ای است که خب زمانبندی یک بود قضیه است، اما شاید مسئله مهمتر و جدیتری باشه که ای که خب با همون دروغی که میگن ممکن است ما رو نسبت به دیگران بدبین کنن. بله. با دروغی که میگن ممکنه که باعث شوند چون مسیر ممکنه طولانی جلوه بدن ما رو ناامید بسازن از ای که یک اقدام داشته باشیم، از ای که فعالیت کنیم. و خب دکتر، همین افرادی که متاسفانه کم هستن، ولی همین افراد دروغگوی بسیار خوش سخن و چرب زبان هم هستن و تاثیرگذاری کلامشون هم بسیار بسیار زیاد است. یعنی بازی میطلبه که ما نسبت به این قضیه سعی کنیم که خیلی هوشیار باشیم که گرفتار فرد دروغگوی نشیم. بله. و در واقع ما باید ایتو باشه که حل مسئله ما به دست خود ما باشه. بله. مشاور به عنوان تسهیلگر است.
هر کسی که میخواد با ما کمک کنه یا ما میخواهیم که از او کمک بگیریم به عنوان یک بخشی از این فرایند است. و اصل باز کردن گرهی که در زندگی از شخصی و اجتماعی ما رخ داده باید به دست خود ما باشه. این خیرت ورزی که اینجا اتفاق میفته، این خیرت ورزی توسط امو فردی که مسئله برای او ایجاد شده، یعنی خود ما باید انجام شد. یعنی مسئولیت تصمیم ما به دوش خود از ماست. بله. اون دکتر گاهی اوقات متاسفانه فرد مشوره میکنه برای که مسئولیت خود به گردن طرف مقابل بندازه. افراد دیگه هم نسبت به انسان شناخت دارن، میفهمه که من اگه گپ خود بگم پس فردا این ممکنه که اگر خوب شوه بد شوه به گردن از ما بندازه، سعی میکنه که پنهان کنه یا گپ خود نگویه و بعد ممکن که آسیب های این فرد گرفتار شوه. اگر سعی کنیم که ما در تصمیم ها چه کوچیک چه بزرگ فردی باشیم که اگر بیویجه مسئله خواستگاری مثلا نمود پیدا میکنه، اگر فردی باشیم که سعی کنیم که به گردن دیگران بندازیم، مردم رو پشیمان میکنیم از اینکه به دیگران مشورت بدن، بپذیریم این تصمیم خود من بود نه فردی که من با اون مشورت کرد. و ببینید که ما مشوره رو به عنوان یک کاری که تصمیم برای ما آسان کنه معرفی میکنیم، نه ای که مسئولیت به گردن دیگری باشه. بله خب دکتر، اگر در حد یک یا دو دقیقه یک جنبندی بفهمید شکر. بله، اگر بخوایم بحث امروز جنبندی کنیم، این است که ما صفات مختلفی را برای یک فردی که مشوره میده برای ما باید در نظر بگیریم. صفاتی مثل یا ویژگی های مثل اینکه یک نفر ایمان داشته باشه، یک نفر عقل و خرد داشته باشه و تجربه و تخصص داشته باشه. این تخصص بسیار اهمیت پیدا میکنه در مسئله هایی که مسئله تخصصی هستن، مثل مثلا تربیت فرزند، مثل اقتصاد، مثل بسیار از امور اجتماعی که ما با اونها درگیر هستیم. و علاوه بر اونها یک صفات اخلاقی مثل رازداری، مثل صداقت، مثل شجاعت. روایت میگه که با کسی که ترسو است تو نباید که مشوره کنی، اون مسیر بر تو تنگ میکنه، تو را نمیگذاره که کار خود انجام بدی. با یک نفری مشورت کن که قانع باشه، با یک نفر مشورت کن که حرص نداشته باشه، چون یک حریص تو را به سمت حرص پیش میبره. شاید تو یک انسان توانمند باشی، تو رو تطمیع میکنه، تو رو تشجیع میکنه که به دنبال امی باشی که در حرص میدان بدی. و حضرت رسول به حضرت امیر توصیه میکنند که چنین فردی را تو به عنوان مشاور در نظر نگیر. بله، بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر. مثل همیشه بسیار بیان گرم داشتین، از سخنان از شما بسیار استفاده کردیم. همچنان از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان و بزرگواران، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشه، ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم خانم دکتر بزرگوار از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.